در این برنامه به جنوب اروپا میریم، به ساحل مدیترانه، شهر بارسلون، پایتخت هنری اسپانیا، لنگرگاه کریستوف کلمب، کاشف آمریکا، شهر نمایشگاه ها، موزه ها، ساختمان های تاریخی و هنر خیابانی. و اینک دنیای هنر بارسلون تقدیم میکند طراح مد لباس مردانه بوریس بیژن صابری. بوریس بیژن صابری لباس هایی رو طرح میکنه که بشه باهاش کار کرد، فعالیت کرد، حتی خوابید و البته مهمونی رفت. بیژن لباس هایی تولید میکنه که در نگاه اول ممکنه باستانی یا حتی علمی تخیلی به نظر بیان. به گفته منتقدی طرحاش میتونه مال 1000 سال قبل یا 1000 سال آینده باشه. برای دیدنش به دهکده منزرات رفتم که به خاطر صومعه قرون وسطایی و کوهش معروفه. زیر سایه کوههای جادویی در اسپانیا با بوریس بیژن صابری آشنا بشیم، طراح مد لباس مردانه که نیم ایرانی نیم آلمانیه. اینجا کارگاه یا آتلیه لباس بوریس بیژنه. گروهی از خیاط‌ها و متخصصان دوزندگی و برش که اکثراً اسپانیایی هستن در تولید لباس با بوریس همکاری می‌کنن. اینجا الگوی لباس، جنس پارچه و پرداخت و رنگش تصمیم گیری میشه و برای تولید انبوه به کارخانه فرستاده میشه. زمانی که این فیلم رو ساختیم 4 سالی بود که بوریس بیژن پا به عرصه مد پیشتاز گذاشته بود. بوریس بیژن متولد شهر مونیخ آلمانه. 20 شهریور 1357 یا 11 سپتامبر 78 میلادی از پدر ایرانی و مادری آلمانی به دنیا آمده. پیش از اینکه به دنیا بیاد خانوادش در آلمان تولیدی پوشاک داشتن. بوریس فارغ التحصیل رشته مد از شهر بارسلونا اسپانیاست و از همونجا کارهای دستدوزش رو تولید میکنه. برام جالب بود بدونم برای طرح هر کلکسیونش که 6 ماه یک بار موضوعش عوض میشه از چه چیزهایی الهام میگیره. این در از تابلوی ایده ها و عکسایی که الهام بخش طرحا من است. هر بار درباره موضوعی که تو فکرمه از روی اینترنت کتاب یا جراید عکس پیدا میکنم و روش میچسبونم. و همونطور که میبینی برای این مجموعه لباسای جدیدم موضوع مد نظرم ورزشای رزمیه. به خصوص این شلوار آیکیدو خیلی برام جالبه، چون یه دامن شلواریه و جیب و پاچهش پهنه. یه قسمت مهم دیگه کلکسیونم پیرنهای کاراتن که میان تا روی زانو، ولی برششون جوریه که میاد وسط پا و راحت میشه حرکت کرد. و من خودم خیلی لباس فضا نوردار رو دوست دارم که میبینم اینجا عکس اشعه ایکسشو داری که نشون میده چطوری ساخته شدن. من همیشه در کارم از 2 ایده‌ای که نقطه متقابل و متضاد همدیگه هستن استفاده میکنم. لباسای فضانوردی کاملا برعکس اون لباسای رزمی و سنتیه، خیلی پیچیده ترن و من در تمام مراحل تولید این تضاد رو حفظ میکنم و ازش الهام میگیرم. توی کارهات زیاد دیدم که صورت یا سر رو میپوشینی یا روی دهان پوشیده شده، یا یقه کتات میاد بالا تا زیر بینی، یا بندهایی هست که روی صورت رو میگیره. چرا؟ یه جور حجابه. بدون شک من پنهان شدن رو دوست دارم و دیدن یه انسان پوشیده خیلی جذابتر از یه آدم برهنه است. خیلی سوال برانگیزه و جالبه که بدونی پشت اون پوشش چه کسی هست. این حس خیلی برای من جذابه. در نمایش لباس سال 2008 یا 1387 شهر بارسلون، الهام بخش کلکسیون بوریس بیژن تورهایی بوده که برای پنهان کردن تانک ها و خودروهای نظامی استفاده می کنن.
اینکه بوریس بیژن نیم ایرانیه، ولی سخت شباهتی بین ایرانی بودنش و لباسهاش پیدا کنیم، در حالی که خودش معتقده کارهاش روحیه ایرانی دارن. اینجوری نیست که مثلا عکس رو بذارم جلوم و از روش لباس ایرانی طراحی کنم. این تو وجود منه و خود به خود به شکل نهفته‌ای توی کارام بروز میکنه. بوریس بیژن از روی بدن خودش الگو برمیداره و حتی لباسهاش رو روی تن خودش شکل میده. به خصوص در کارهای چرمش این ویژگی به خوبی دیده میشه و یک سری دستکش و آستین داره که انگار اصلا زندن. اینم یه کار آزمایشی دیگمه. این چرم وقتی خیسه خیلی نرمه و راحت شکل میگیره، وقتی هم خشک میشه مثل سنگ سفت میشه. کارهای من مثل کالبد انسان میمونه. دوست دارم به تن بچسبن و جوری باشن که وقتی تنته تمام عضلات بدنتو حس کنی. کارهای چرم صابری هواداران افراطی پیدا کرده که کیف و کفش و کتهاش رو به عنوان کلکسیون جمع میکنن. البته سابقه تاریخی اسپانیا در تولید چرم کمک بزرگیه و خلاقیت بیژن هم جای خودشو داره. من چرم رو دوست دارم چون با اینکه یه جنس مرده است ولی روی بدن زندگی میکنه و تغییر شکل میده. رطوبت بدن و روش زندگیمون در شکل چرم تاثیر میذاره و با ما عوض میشه. حتی سطحش تغییر شکل میده و این خیلی برای من جالبه. وقتی 11-12 سالم بود یه دستبند چرمی داشتم که تغییر شکلش در اثر مرور زمان برام خیلی جالب بود و همین تیک چرم باعث شد که وارد کار مد بشم و اولین کیفامو درست کنم. خودم فن قدیمی چرم دوزی به ویژه فن دو سوزنی رو یاد گرفتم و همه این کارها رو خودم انجام دادم. یکی از شاهکاراتم چرم‌های شفافه که نشون میده چطور اون پسر نوجوان تکامل پیدا کرد و به اینجا رسید. داستان این چرم شفاف اینه. یه رویایی داشتم که اگه قرار بشه پوست دوم داشته باشیم چه شکلی خواهد بود و این چرم نتیجه 3 ماه تحقیق و آزمایشاییه که واقعا دیوونه کننده بود. از این چرم یه کلکسیون اختصاصی کت و دستکش و کیف ساختم که خیلی جلب توجه کرد. بعد از گفتگومون بوریس سراسیمه چند تا کار چرمیشو برداشت که ببره و آزمایشات شیمیایی روشون انجام بده. قطعاتی که باید برای نمایش مد پاریس آماده میشون. ما در منطقه صنعتی حاشیه شهر بارسلون هستیم و اینجا کارخونه‌ایه که بوریس بیژن مثل کیمیاگر با مواد شیمیایی و حرکات مکانیکی پارچه ها و شکل ها رو عوض میکنه. از این دستگاه خیلی استفاده کنیم، دستگاهی که خیلی شعبارهای جین رو دیدین که رنگاش میبرن از این دستگاه استفاده بشه. یه چیزهایی داره مثل ابر که میرزنین میچرخه پارچه رو عوض میکنه. اینجا هم یک جوی از رنگایی که اونجا شستشو از اینجا رد میشه میره بیرون. این قسمت های مختلف کارخونه هست که چیزها رو خوش میکنن، رنگ میکنن. بوریس با خودش یه مقدار لباسهای خام آورده. ببینیم که چی کار میخواد بکنه با این لباسها، چطور رنگ میکنه، چطور تغییر شکلشون میده. این روش مال خودمه. اینجور رنگ کردن رو فقط با تجربه یاد گرفتم و روشم رو به تدریج کامل کردم. زیر دست استادها و با کارگرای کارخونه ها کار کردم تا این ریزکاری ها رو یاد بگیرم. غیر از اینم راه دیگه ای بلد نیستم. بوریس بیژن سالها با مواد سمی آزمایشات علمی و خطرناک کرده. بارها نمونهاش خراب شده ولی ادامه داده تا به نتیجه های امروزش برسه. کمتر طراح چنین کارهایی میکنه، ولی چرا کسی که این همه به تنوع پرداخت و رنگ‌آمیزی وارده، رنگ سیاه رو به عنوان رنگ اصلی لباسهاش انتخاب کرده؟ یه
سیاه رنگ زیبا و پرقدرتی، رنگیه که حواس آدم رو پرت نمی کنه و توجه رو بیشتر به برش و شکل لباس جلب می کنه. همه این لباس های بوریس بیژن صابری دستدوزن و در کارخونه‌ها و دوزندگی‌های محلی اسپانیا تولید میشن. سفارشات بعد از اتمام هر هفته به کارگاه میاد تا برای فرستاده شدن به 63 مغازه در 21 کشور دنیا بسته‌بندی بشه. و همه اینها زیر نظر تیم بوریس بیژن هستش، از خط‌خطی‌های روی کاغذ گرفته تا آدرس روی جعبه. این تیم بوریس بیژن رو بهتون معرفی کنم. چما اسپانیاییه و داره بسته‌بندی میکنه تمام لباس‌ها و کیف و بعضی از کمربندا رو که بره از این آتلیه به مغازه دوربر دنیا. کارش مدیریت سفارش و تحویل لباس‌ها هستش. این ور ولی مغز اصلی آتلیه است. مارتا کارش بریدن الگوه و ایده‌هایی که اینجا حرفشو میزنن به صورت برش در میاره رو تن مانکن‌ها، آماده‌اش میکنه برای کار نهایی و برش نهایی. و ایشون که پشتش به ماست یولانداست، کارش طراحیه و مدیر کیفیت تولیده، یعنی که همه چی درست و دقیق اونجوری که اصل ایده بوده تموم بشه و به مغازه ها برسه. و اینجا هم استاد دوزندگی هستش لاورا. هرچی که میره توی شوه پاریس رو ایشون درست میده، تک دوزی ها کار ایشونه. و اینجا هم دانیلا هستش که هم تو کار تحقیقه، هم تو کار طراحی و همینطور آخرین ظریف‌کاری‌ها رو انجام میده که لباس‌ها خیلی قشنگ جلوه کنه و داره آماده میشه برای شو پاریس. و اینا هم مارکای معروف بوریس بیژن هستش که دونه دونه دوخته میشه روی لباس‌ها. چند روز بیشتر به شو لباس پاریس نمونده بود و ساعت‌های طولانی کار و فشار زیاد ما رو راهی بارسلون کرد. برای صرف شام آخر به پاتوق بوریس بیژن و تیمش رفتیم، یکی از رستوران‌های پسکوچه‌های بارسلون که معمولاً بعد از روزهای سخت کاری گروهی میرن اونجا. بارسلون اون آزادی رو به من داده که بتونم خودم رو کشف کنم و با دست باز اونجوری که میخوام کار کنم. اینجا خاطرم جمعه. بچه های گروه هم با من هستن و حمایت هم میکنن. مثل خانواده دوم هم هستن. نه تنها با هم کار میکنیم، بلکه بهترین دوستای همیم. به تدریج تشویش و نگرانی ها از اینکه نکنه کلکسیون سر وقت برای شوی پاریس آماده نشه بالا گرفت. مارتا برام از فشارهای کاری که این روزها از 6 صبح تا 9 شب باش روبرو هستند گفت. خیلی روزای سختیه. هر روز یه خبر بدی میاد. اونایی که دارن نمونه ها رو میدوزن هی زنگ میزنن. آخه از لباسا سر در نمیارن و هی کمک میخوان. منم باید مطمئن بشم که همه لباسا سر وقت به شو برسه. بین خودمون فشار کاری نیست. بیشتر با افراد بیرون از گروهمونه که کار سخت میشه. بالاخره کلکسیون تابستان 2012 یا 1391 از کارخونه رسیده، یعنی نمونه هاش که برش دادن دوختن و این لحظه خیلی عاطفی و خصوصی هستش. این احساسات طبیعیه. فکر کنین 6 ماه طول کشید تا نتیجه کار به دستشون برسه و تا اون لحظه نمیدونستن که نمونه ها ممکنه چی از آب در بیاد. بوریس بیژن و تیمش تمام نمونه‌های تک‌دوزی شده رو دونه دونه بررسی کردن تا که کوچکترین نقصی نداشته باشه. بعد همه دوباره برمیگره تو جعبه تا که فرستاده بشه به پاریس و نمایش مدش. بالاخره هفته مد پاریس شروع شد و ما هم به همراه بوریس بیژن صابری و تمام همکاراش و طراح و یک کامیونی از لباس اومدیم به پاریس. نمایشگاه بوریس بیژن صابری، بالاخره لباس ها رسید اینجا.
200 تا تیکه است. اینم تمام کیفاییه که داشت رنگ میکرد. من دیدم اینو داشت رنگ میکرد تو اون ماشین بزرگی که داشت. اینم مدل جدیده. اینم داشتم میدوختن اونجا من دیدمه. و این بندا چیزای جالبی که بیژن داره توی کتاشه. و اینجا هم جوری که اینا رو تموم کرد چسب زده تقریبا. خیلی کار مدرنه. این کتا هم دونه 1000 خورده یورو هستن قیمتاشون. ببینیم که چی هم انتخاب کرده که از خریدارم. از اینا کم برداشتم که شد درازه این رنگی. بیشتر باز رنگ سیاه خوشون اومده و کاره چرمش رو همه خیلی دوست دارم. میگن هم زن ها میتونم بشه هم مرد ها. و این هم این کاره معروفشه که مثل روسری یا شال شربکوت های چرمش. و این هم که از مانکن هایی که اینجا باید وایس لباس تنش کنه که و این هم لباسه به تن قشنگ یا نه. حدود 100 نفر از کل طراحای دنیا از طرف فدراسیون مد فرانسه دستچین میشن تا که دو بار در سال بیان اونجا نمایشگاه بذارن و یک شو لباس برگزار کنن. در این هفته لباس‌هایی که تصمیم گرفتن یک سال بعد وارد بازار بشه رو برای خریدارهای بین‌المللی به نمایش می‌ذارن. یکی از این خریدارها خانم بریجیت شاتخان هستش که 3 سال از کانادا به پاریس میاد. از دید من خیلی حس مردونه‌ای توی لباساش هست، ولی با برش‌های امروزی. و کسانی هم که میان مغازه من لباساشو بخرن تیپ‌های خیلی مردونه‌ای دارن. لباسای بوریس بیژن اینجوری نیست که اگه بخری ببینی سال بعد از مد افتاده. کاراش ماندگاره و قدیمی نمیشه. مارزا چرا هفته مد پاریس انقدر مهمه؟ نقش پاریس همیشه مهم بود تو مد، با اینکه اصلا یه چیزیه که تو فرهنگشونه. اولین دفیله فشن شوات همینجا در پاریس درست شده بود. براشون یه چیز خیلی طبیعیه که شیک بپوشن. و خب شهره دیگه هم از که خیلی مهمه. نیویورک رو داریم و میلان خیلی معروفه توی مد دنیا. خب پس چطور؟ میلان بیشتر همه پسنده. میلان بیشتر تجاریه، خیلی خوبه، اما مثل پاریس نیست. میگن پاریس اوله، بعدش میلان میاد، بعدش بین لندن و نیویورک 3 یا 4. آوانگارد دیزاین هست. طرحهای آوانگارد جاش همینجا تو پاریسه. اینجاست که باید نشون داده بشه. و اینکه فدراسیون مد قبول کرده که من کارام رو در هفته مد نمایش بدم افتخار بزرگیه و برای من مثل یک مهر تایید میمونه. پاریس هر قسمتش به قوله که از خود پاریسی ها هر 100 مترش انگار وارد کشور دیگه شدی. الان در قسمتش هستیم که آفریقایی ها بیشتر هستن و درست شبیه زنگبار که ما بودیم. و اینجا محلیه که بوریس بیژن صابری و تیمش لباس ها رو بعد از ماها تلاش میارن که روی صحنه برن و نشون بدن. فعلا آرامش پیش از طوفانه. تو رو نگاه میکنیم با هم. همه لوازم آرایش رسیده. آرایشگران اینجا هستن و مانکن ها دارن آماده شو میکنن. پشت صحنه است و لباس هم رسید. 22 تا دست مختلف لباس رو دیروز تنظیم کردن که چی با چی باید جور در بیاد. خود بوریس هم اونجا هستش. مانکنه هم اونجا نشستن برای اینکه یک لباس کامل رو تنشون کنن برن روی صحنه را برن. بالا روی صحنه چه خبر داره میشه؟ بیام با ما. یعنی سکوی نمایش لباس ها. اینجا همه اتفاقا میفته. این خطی که میروزن، این نخی که هست برای نورپردازا و طراح این صحنه است که اسمش تریه. از چند ساعت قبل اومده همه چی رو آماده کنه، نورپردازی رو آماده کنه، به صدا بردارا بگه که چیکار بکنن، بلنگو ها کجا بره و این خط رو زمین بکشن. خطی که در دو طرفش تماشاچی ها میشینن که منتقدا هستن، خبرنگارا هستن و البته خریدارا. و این دفعه شما هم نگاه میکنید به این شو. خط خارج نشین، منحنی نرین، مستقیم بیاین، قوی برین، تو لنز عکاسا نگاه کنین.
حالا دیگه منتظریم که آرایش مانکن ها تموم بشه، چون یه جوری پوست دوم رو سرشون چسبوندیم، مثل کلاه شفاف از جنس لاستیک. منتظریم کار تموم بشه، بعد دیگه لباس ها رو تنشون میکنیم. جیسن فرا که ریش داره با عینک، از سایلیست ها یا صاحبان سلیقه یا کسایی که ظاهرها رو میسازن هستش، از نیویورک اومده، آدم معروفی، اصلا اونجا پرواز کرد اومده فقط برای شو بیژن صابری. همین الان داشت نق میزد که چرا سر بعضی از این مانکنا رو زیادی تراشیدین، میخواد مو رو زیر این لایه لاستیکی ببینه. 13, 14, 15, 16, 17, و این سبک لباسی که شما نشون میدین توی این نمایش های مود، این حسی که تو لباسا وجود داره یا اینکه اصلا مد شده مدل شرقی و ایرانی؟ من خودم عاشق خاورمیانه‌ام و چند بار به اون کشورها سفر کردم. به همین خاطر لباسای سنتی اون سرزمین‌ها رو من تاثیر گذاشته و خود به خود اونجوری لباسا رو شکل میدم. کلکسیون‌های بوریس هم حس شرقی قوی داره. خودش هم خب نیم ایرانیه و اهل رپ و هیپ هاپه که تحت تاثیر فرهنگ‌های متنوع. اینها همه دست به دست هم داده که نمایش لباس ها حس شرقی تری داشته باشه. الان یه ساعت مونده به اینکه شو شروع بشه، فقط توضیح کوتاهی بدم که چطوری چیزها رو تنظیم میکنن. دیروز همه این بچه ها اومده بودن دونه دونه دیدن که چه چیزی بهشون میاد و اینا رو تنشون کردن، حتی شکلاش رو تنظیم کردن که چطوری عوض بشه رو بدنشون. مثلا میبینن که واسه هر کی عکس میگیرن و شماره گذاری میکنن که امروز یادشون اومد کی چی پوشیده، قیافش چه شکلی بوده، و اولین نفری هم هست که بره صحنه. دقت تو جزئیات حرف نداره، اینجوری که حتی جوراب رو میپیشه دور پا، اینا رو همش حساب شده است. مجموعه لباسی که در این نمایش یا فشن شو میبینین تابستان سال گذشته فیلم برداری شده، یعنی بوریس بیژن و تیمش یک سال قبل لباسهای این تابستان رو طرح کردن. این فاصله زمانی به خاطر پیچیده بودن و زمانبر بودن کار تولید لباس هاست. موقع ساختن مستند به این پی بردم که طراحان مد لزوما از یک سال قبل سلیقه یک سال بعد ما رو حدس نمیزنن، بلکه ما سلیقه یک سال گذشته طراحان رو تنمون میکنیم و به عنوان لباس مد روز اون فصل میپوشیم. شاید به نظر شما لباسهای از این قبیل غیر عادی، غیر عملی و حتی زشت باشن، ولی تجربه نشون داده که این قبیل طراحان پیشتاز به تدریج سلیقه روزمره مردم دنیا رو تغییر میدن.
در این برنامه ما به شهری در اروپا میایم که روزگاری دیواری بتونی شرق و از غرب جدا میکرده و برای پرسه زدن داخلش چندین ویزا احتیاج بوده. بزرگترین یادبود هولوکاست یا قتل عام یهودیان در اینجا بنا شده. در مرکز برلین هستیم، در کنار دروازه معروف برندنبورگ تور. در اینجا در این شهر 11 سپتامبر رو جشن میگیریم، جشن تولد بوریس بیژن صابریه. ولی قبل از جشن تولدش میخواد لباسهاشو به نمایش بذاره، مثل کار هنری، در یک فروشگاهی که صاحبش ادعا داره فروشگاهش یک نمایشگاه است. مردم میان لباس خواهن، ولی این نمایشگاه است. مغازه‌ای که سراغش میریم یکی از عجایب دنیای مده. صاحبش اعتقاد داره هر سال محل مغازه‌اش رو باید بالکل عوض کنه، مثل خانه به دوش‌های عشایه. چرا؟ که مردم بهش عادت نکنن. این سومین مغازه‌شه و این بار یک تعمیرگاه ماشین و دوچرخه رو انتخاب کرده. مغازه دارک لنز همیشه داخلش سفیده و فقط لباس‌های سیاه می‌فروشه. پیرهناش کمتر از 300 یورو و چکماش کمتر از 1000 یورو نیست. کتایی داره که 3 تا 4000 یورو قیمتشونه. در اینجا فقط لباس طراحان پیشتاز به فروش میرسه. طراحانی که جزو حرکت نوین آوانگارد اروپا هستن. لباساشون رو به روش استادهای قدیم تک‌دوزی میکنن و از بهترین جنس‌های بازار استفاده میکنن یا اصلا چیزایی رو به کار میبرن که قابل پوشیدن نیست. بوریس بیژن صابری هم یکی از همین طراحان آوانگارده. صاحب مغازه کمپبل که کاناداییه، چند ماه یک بار از یکی از طراحاش دعوت میکنه که قسمتی از فضای مغازه‌شو به عنوان نمایشگاه استفاده کنه. این فرصتیه که طراح با مردم رودرو قرار بگیره و بتونه نگاه هنری و سرکشانه‌شو نسبت به پوشیدنی‌ها به نمایش بذاره. کمبل برام گفت که چرا فکر میکنه میشه لباس رو در قالب یک چیدمان هنری هم نشون داد. در این سبک مدی که ما پیروش هستیم، مرزی بین مد و هنر یا مد و موسیقی نمیبینیم. مطمئن هم نیستم که تا به حال بوریس بیژن خودش رو به عنوان یک هنرمند معرفی کرده یا نه، ولی آدم خیلی خلاقیه و در نمایش مد پاریس چند سال پیشش مانکن‌ها شبیه چیدمان هنری آویزون شده بودند. این روش‌های هنری برای نمایش لباس داره بین طراحان پیشتاز متداول میشه. بوریس بیژن چه چیزی رو به دنیای مد اضافه کرده؟ What did he add to the world of fashion? I think he's brought in his own aesthetic. فکر میکنم یک نوع زیبایی رو به ما شناسونده که مختص به خودشه و یکی از طراحان صدر جدول این سبک لباسه که از روش‌های قدیمی تولید استفاده میکنن و جنس‌ها و پرداخت‌های لباسشون متفاوت و غیر معموله. بوریس بیژن برای هر تک لباسی از تمام وجودش مایه میذاره و دقتی به کار میبره که انگار لباسو قراره فقط خودش بپوشه. یادم یک بار رفته بودم کارگاهش، دیدم داره دونه دونه لباس‌هایی که قراره بره مغازه رو تنش میکنه و کش و قوس میاد. میگفت سایزشون مهم نیست، باید حسشون روی تن درست باشه. احتمالاً خودشه. گفت تو تاکسی تا 5 دقیقه دیگه میرسه. بوریس بیژن از بارسلون رسید با چندین جعبه که خیلی کنجکاو بودم ببینم چه چیزهایی از توش بیرون میاد. بعد از چند ساعت اندازه‌گیری، مقایسه و جابجایی تمام چیدمان انجام شد. چیدمانی چسبنده، شکننده و لغزنده. ساعت 8 درها باز و افتتاحیه چیدمانش شروع شد. تعداد زیادی از علاقمندان کارهاش و شخصیت‌های هنری و معروف برلین به مهمانیش اومدن. منم خودم رسوندم، ولی سرزده. بوریس بیژن صابری برامون توضیح داد که به نیروی مرموز اعداد اعتقاد داره. تمام خالکوبیه روی بدنش تاریخ تولد و تاریخهایی که در زندگیش مهم بوده. بزرگترین خالکوبی بدنش هم عدد 11 است که روز تولدشه، 11 سپتامبر.
اولش نمیدونستم چه چیزی باید برای اینجا آماده کنم و چون به رمز اعداد معتقدم تمام حروف آدرس و اسم مغازه رو به شماره تبدیل کردم و بعد از جمع‌بندی اتفاق جالبی افتاد. عدد 3، عدد کامل اسم صاحب مغازه و آدرس به 3 رسید و جالبه که خود مغازه هم سومین مدل مغازه دارکلندزه. اینجوری فهمیدم که باید اینجا 3 تیکه برای نمایش بذارم. 3 کاپشن از پوست بز، چون چرمیه که معمولاً در ایران زیاد استفاده میشه و نشونی ایرانی بودنمه. بعد 3 پرداخت مختلف رو روی کاپشن‌ها آزمایش کردم. اولی رو چسب زدم. به نظر خیس میاد ولی مثل کاغذ خشکه. آره خورم لیزه، مثل پوست خزنده است. اینجاش هم میشکنه. بعد کلی مواد مختلف آزمایش کردم. دومی رو با یه جور پلاستیک پوشش دادم که انعطاف پذیره و وقتی خشک میشه ور میاد. ولی این سومی شاهکاره. اینو قیراندودش کردم. خواص عجیبش برام جالبه. اولا هیچ وقت خشک نمیشه و چسبناکه و اینکه با حرارت کم ذوب میشه و میریزه. بعد از این نمایش میخوام اینا رو جوری عمل بیارم که قابل پوشیدن بشه. راهی پیدا کنم که بشه اینا رو تولید انبوه کرد و قابل پوشش. بوریس، اصلا منظور چی از این کارا؟ چون خیلی از این مواد سمی ان و اصلا قابل استفاده نیستن. چرا همچه آزمایشایی میکنی؟ باید اینجور کارا رو بکنم تا بتونم جلو برم. اگه همون چیزایی که دیگران انجام میدن و انجام بدم، درجا زدم و تقلید کردم. کادوی بوریس بیژن صابری، یک کلاه، یک پیرهن و یک جامه. این لباس موبدای زرتشتی هستش که از بمبئی گرفتم. چرا این لباس برای کادوی تولدش؟ برای اینکه لباسای درست میکنه خیلی شبیه لباسای دورای باستانی ایران هستن و اینم تقریبا شکل دست نخورده میشه گفت از لباسای دوره ساسانیه. اون جامه هایی که میپوشن و پیرهن و جوری که بسته میشه براش باید خیلی الهام بخش باشه. این مال تولدش. اینجا یکی از مراکز هنری هستش در پاریس که سالن بزرگی داره که کرایه میدن به هنرمندایی که بخوان کارشون نمایش بزنن، حالا چه کتاب باشه، چه نقاشی و چه سالن مد برای بوریس بیژن صابری. وقتی رسیدم صحنه داشت برای رژه مانکن‌ها آماده می‌شد و سکوی را هم برای یک اتفاق دیگه آماده می‌کردند. بوریس بیژن انگار برای نمایش لباس‌هاش یه فکر جدیدی داشت. لباس‌هایی که از بارسلون آورده بودن تا در این هفته مد نشون بدن. این همون کتیه که شبیهش رو بوریس بیژن درست کرده بود در آلمان دیدیم. که آویزون کرده به عنوان کار آزمایشی با دو تا کت دیگه که چرمی بودن و روشون یک قشری از لاستیک یا پلاستیک رو گذاشت که توی صفحه ها قبلا استفاده میشه. بهش میگم واینال. الان تنه اینه و خیلی جالب پاش از این دست بزن.
نرمه. این بار لباس‌های بوریس بیژن ظاهر ارتشی داشتن. حتی روی دیوار برای مانکن‌ها این شعار نوشته بود: سربازها پیروزمندانه به وطن برمیگردند. می‌خواستم موزه این کلکسیون درباره سربازای کوهنورد جنگ جهانی دوم باشه. خشونایی از سربازای آلمانی و سوئیسی و اتریشی در کوه‌ها بودن و در ارتفاعات جنگ می‌کردن. می‌خواستم مدل جدیدی از لباسای سربازای کوهنورد درست کنم. برای همین عینکای قطبی رو تو این کلکسیون می‌بینیم و شکل لباسا رو بدون اینکه به استفاده‌ای که داشتن لطمه بزنه زیباتر کردم. چیزی که الهام بخش این کلکسیونم شد یک عکس قدیمی از این سربازا بود که در حال اسکی گرفته شده بود. از تجربه چیدمان برلین هم پلاستیک و چسب رو به این کلکسیون آوردم. روی بعضی کتا و کفشارم با پلاستیک و چسب پوشوندم. متاسفانه غیر سمی و ناپایدار بود و غیر عملی. و از بوریس بیژن پرسیدم که فلسفه این رنگ مویی که استفاده کردن چیه؟ این ادامه همون حس پلاستیک ذوب شده است که رو کتا میبینیم و اینجوری روی موی مانکنا مثل یه لایه رنگ براق پیشروی کرد. لحظه رژه مانکنها در مقابل خریدارها و منتقدانی که در سالن داشتن جمع می شدن نزدیک و نزدیکتر می شد و پوشیدن لایه های متفاوت این کلکسیون زمستانی سخت‌تر. طبق معمول برای نمایش 22 ظاهر مختلف رو آماده کرده بودن و بالاخره لحظه رژه مانکنها فرا رسید. 8 دقیقه نفسگیر. و در پایان چیدمان جدیدی از بوریس رو دیدیم. مانکن‌ها وایسادن مثل مجسمه. و حالا بریم به نمایشگاه بوریس بیژن و نگاهی بکنیم به جزئیات لباسایی که دیشب نمایش دادن در پاریس. وقت شلوغی رسیدم. خریدارها لباسهای زمستونی که تو شو بوریس بیژن دیده بودن و برای سال بعد داشتن سفارش می‌دادن. اینجا تونستم آزمایشاتی که با چسب و پلاستیک روی چرم و پارچه انجام داده رو لمس کنم و با خودش درباره‌شون صحبت کنم. It's the approach to feel and see things I've never seen. آزمایشایی که با رنگ و مواد شیمیایی میکنم راهیه برای کشف جنس جدید. جنسی که تا به حال لمسش نکردم یا ندیدم. مثلا میخوام ببینم وقتی چسب تو پارچه میره و خشک میشه زیر 100 کیلو فشار به چه جنس جدیدی تبدیل میشه. خیلی وقتا هم اصلا نمیدونم نتیجه آزمایشام چی عذاب در میاد. ولی دائما در تلاشم که کار جدیدی تولید کنم. سر اینه که همش دارم آزمایش میکنم. تو این نگاه به خصوصی درباره پوشاک داری، یعنی آدم وقتی بهشون نگاه میکنه میگه تو بعضی توش زندگی کردن از قبل. هیچ اون نگاه همه چی باید شست و رفته باشه یا مثلا استفاده نشده باشه تو کارات نیست. It's about objects for me and I'm thinking more when I'm design. برای من لباس یه چیز خاصه و باید تاثیرگذار باشه. چه پیرن رکابی باشه، چه کفش، چه کت، فرقی نداره. وقتی که نگاش میکنی، باید بتونی یه پیام یا داستانی رو در بطنش ببینی.
هر قطعه‌ای باید بتونه اونقدر کنجکاوی تو جلب کنه که بخوای به جزئیاتش دقت کنی. برای جالبه که ببینید چطوری رنگ توی چرم رفته، چطوری سطح پارچه عوض شده. هدف من درست کردن لباسیه که انقدر برات ارزش پیدا کنه که به هر قیمتی که شده میخوای مال تو باشه. چه حسی از ایرانی بودن اون در تو هست و در کارات بازتاب پیدا میکنه؟ من فکر میکنم که اصلا تاریخ ایران نشون داده که ایرانی ها آدم های کنجکاو، جستجوگر و ماجراجویی بودن و این همون اصالت ایرانیه که در خون منم هست و خودش رو تو کارام نشون میده. بوریس بیژن صابری دورگه ایرانی آلمانیه و در چندین شهر مختلف دنیا زندگی کرده. مجموعه ای از فرهنگ ها و نژاد ها که در هم بافته و یکی شدن. در این حال هیچ کدومشون به طور خالص مشخص در کارهاش ظاهر نمیشن و همین خاطر علاقه زیادی به موسیقی داره که از فرهنگ و زندگی‌های مختلف تأثیر گرفته، هیپ‌هاپ و رپ، و حتی معتقده لباسهاش حس این نوع موسیقی رو در جوهرشون دارن. الان چندان فاصله از موزه معروف لوور پاریس نداریم، در یک پسکوچه هستیم. قشنگ باورت نشه که این در بسته بدون هیچ پنجره و ویترینی یکی از مغازه معروف اینجا هستش که لباسه بوریس بیژن رو میفروشن، اسم ل کلغر، که توش رو فقط نیا کنید مثل یک موزه میمونه. بنیانگذاران این فروشگاه زنجیره لباس در پاریس طراحانی رو دستچین میکنن که در خلاقیتشون بلند پرواز و در دوختشون نکته بین هستند. این فروشگاه مشتری دائمی مارک های زیرزمینی خاصه و خریدار لباس های بوریس بیژن صابری. و تا من ناتالی مدیر فروشگاه رو دیدم، قبل از اینکه درباره ویژگی بیژن با من صحبت کنه اول یقمو درست کرد. ما همیشه دنبال استعدادهای تازه نفس و جوان هستیم و بوریس بیژن جز نسل جدیدیه که برای شکل لباساش دنبال قالب‌های نو میگرده و پرداختهای تازهی برای پارچه و چرم اجرا میکنه که شبیه نداره. زندگی شهری و فرهنگ خیابون و موسیقی هیپ‌هاپ رو در لباسها نشون میده. مثل یک انفجار فرهنگیه و همیشه تو کلکسیوناش یک کار منحصر به فردی داره که آدم رو غافلگیر میکنه. به قول یکی از پاریسی‌ها، پاریس یک شهری که مجموعه از شهرهای مختلف و تمدن‌های مختلف و زمان‌های مختلفه. ما الان در منطقه هستیم به اسم لمغه. در اینجا فرهنگ جوان و مد جوان به خصوص از نوع زیرزمینیش شایدن در جوش و خروش از دیواراش معلومه. پاریس زیباترین کاغذ دیواری‌ها و مرغوب‌ترینش در دنیا تولید می‌کنه و الان جوانایی که زیر پوست این شهر هستن روی پوستش پوسترهای هنری میزن که جز نهضت پوستر در پاریسه. و در یکی از پسکوچه‌های این محله است که یک مجله هنری و خیلی غیرعادی کارهای بوریس بیژن صابری رو چاپ کرد. اینجا دفتر و به قول خود صاحبانش مخفیگاه نشریه سامثینگز. گاهنامه‌ای که مثل کتاب لوکس سالی یک بار چاپ میشه و تمرکزش معرفی خلاقیت در دانش، هنر و کالاست. طراح‌ها و عکاس‌های معروفی از فضای اینجا به عنوان نمایشگاه استفاده می‌کنند. و اون روز تمرکز نمایشگاه روی لباس و زیورالات بود. از آسیا، اروپا، آمریکا و از بوریس بیژن صابری. برام جالب بود که نظر یکی از سردبیرانش مونیکا رو درباره این نوع پوشیدنی های غیر عادی و حتی غیر عملی بدونم. ولی یه سری لباس ها اینجا هست اصلا عملی نیستن هیچ کدوم، یعنی بعضش از آهن من اینجا میبینم، سنگینه، وقتی بپوشه حتی بعضش خیلی ناراحته جنس پارچهش. مثل این داستان اینا چی هستش؟ یعنی واقعا این چه لباسی هستن عملیه یا یعنی اینکه برای نمایش؟ اینها اکثرا برای نشریه ما ساخته شده. اینها اساره کار طراح هاست، برای نمایشگاه، نه برای استفاده شخصی.
و اینها قطعاتیه که جزو افتخارات کارنامه هنریشون محسوب میشه. این طراحا دو دسته کار تولید میکنن. یک سری برای فروشه که میره تو مغازه و خرج زندگیشون رو میده و یه سری دیگه هم کارهای تکشونه. کارهای خاص و هنری که برای دل خودشون درست میکنن. این کفش هم خیلی جالبه. یعنی یه وسایل مکانیکی انگار بهش وصله. این جور کارهای تک برای مطبوعات و منتقدا ارزش داره و در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کنه. و تو این نمایشگاه کوچیکی که اینجا دارین، یکی از کیف‌های بوریس بیژن صابری هم هست که خیلی سفته، اصلا تمام غیر عملی. و نظر راجع به کار بوریس چی هستش؟ بوریس بیژن این کیف خیلی زیبا و تکیه. کیفیه که با خون رنگ شده، مثل یه حیوان بی‌جان و بی‌حرکته. شاید به چشم خیلی ها چندشاور باشه، ولی تمام چرمهایی که ما در کفش و کیف و لباسمون داریم از بدن یه جاندار جدا شده. دیگران این حقیقت رو پنهان میکنن، ولی بوریس بیژن خواسته واقعیت رو نشون بده و این نگاهش زیبا و قابل تقدیره. چرا بیژن انتخاب کردی؟ کارهای بوریس بیژن همیشه تازه و پرشوره، رام نشده و سرکشه. براش مهم نیست که بپذیرنش یا نه، نمیخواد که تحسینش کنن. در این روزها که همه نگران بازتاب حرفا و کاراشون هستن، این جسارت بوریس بیژن خیلی تحسین برانگیزه. و این کیف بوریس یک نمونه آزمایشی از کلکسیون یک سال پیشترش بود که به قرمز خون معروف شده بود. کلکسیونی برای پاییز و زمستان که سعی کرده بود با رنگ قرمز آزمایش‌های مختلفی روی پوست و پارچه انجام بده و در نمونه‌های اولیه کارش از خون به عنوان پایه رنگ قرمز استفاده کرده بود. و زمانی که این کلکسیون قرمزش وارد بازار شده بود، به لس آنجلس آمریکا رفتم به دیدن یکی از مغازه‌هایی که چند سالیه لباس‌های بوریس بیژن رو به فروش می‌ذاره. مغازه‌ای که هنرپیشه‌های هالیوود و خواننده‌های معروف ازش خرید می‌کنن. ریزکاری های داخل لباس های بوریس بیژن از ویژگی های مورد علاقه خریدارانشه، جوری که مثلا دگمه ها رو انگار سیم کشی کرده و استفاده از چسب نواری برای پوشاندن درس ها و رنگ های قرمز خاصی که یادآور همون رنگ قرمز خونه. صاحب این مغازه اچ لورنزو مدتیه که این سبک لباس هایی که بوریس بیژن هم طراحشه رو جایگزین مارک های معروف تجملی کرده. خیلی دوست داشتم بدونم که صاحب همچین مغازه بزرگی که آدم‌های معروف ازش خرید می‌کنن چی شد که تصمیم گرفت بره سراغ طراحان پیشتاز و زیرزمینی. سالها بود که دنبال روی طراحان تجملی و معروف بودم و دیگه حوصله‌ام سر رفته بود. به همین خاطر برای شکار ایده‌های جدید رفتم ژاپن. اونجا تعداد زیادی طراح گمنام و خلاق پیدا کردم. دقت عجیبشون در جزئیات لباس و اینکه برای خلاقیتشون مرزی ندارن خیلی جذاب بود. چند سال بعد من شبیه این حرکت رو در طراحان اروپایی دیدم. طراحان گمنام و زیرزمینی که جریان جدید یک حرکت یاقی و پیشتاز در مد بودن. دوست داشتم بدونم چی شد که این سبک لباس که بوریس بیژن یکی از طراحانشه بین هالیوودی ها مد شد. فکر کنم چون که مردم دیگه از لباسای لوکس و گران قیمت که همه جا تبلیغشون بود خسته شده بودن. هر کی شیک پوش بود یه کفش پرادا با یه کت گوچی داشت. مردم در پی نگاه جدیدی در شیک پوشی بودن. و اینجوری بود که نسل جدیدی از خریدارها در جامعه شکل گرفت. نسلی که میخواست لباسی بپوشه که منحصر به فرد باشه. این خریدارا و اون نسل یاقی طراحا با هم جور شدن و این حرکت پیشتاز جا افتاد. و بوریس بیژن چجور طراحی دید شما؟ این همه شما سابقه دارید. برش هایی که در لباس های بوریس بیژن هست و کارهای آزمایشیش روی سطح لباس و به خصوص چرم منحصر به فرد و بی نظیره. لباس های به این سبک تازگی ها در خیلی از ویدیوهای موسیقی روز باب شده. مثلا در این ویدیو کانیه وست
لباسهای بوریس بیژن رو میبینیم. و برای آخرین دیدار با بوریس بیژن صابری برمیگردیم به پاریس، مرکز نشریه سامتینگز، پیش از اینکه بوریس به بارسلون برگرده و روی کلکسیون سال بعدش کار کنه. به مناسبت تولید مشترکش با مارک عینک لیندا فرو مهمانی گرفته بود. اهل مد و هنر و منتقدا جمع شده بودن و من هم در بینشون. به دنبال بوریس بیژن گشتم تا ببینم چه آینده ای رو برای خودش پیش بینی میکنه. خیلی سخت الان آیندم رو پیش بینی کنم. مطمئنم آینده خوبی در پیش خواهم داشت، چون آدم خوشبینی هستم و همیشه به هر مشکلی که برمیخورم راه حل براش پیدا میکنم. هیچ وقت جا نمیذارم، راهم رو ادامه میدم و آیندم رو میسازم. و این بود داستان بوریس بیژن صابری. استوری اف بوریس بیژن.